چندی پیش شیرین نشاط و شجاع آذری دست اندرکاران فیلم زنان بدون مردان برنده جایزه شیر طلایی 2009 ونیز برای بهترین کارگردان که بر اساس داستانی به همین نام به قلم شهرنوش پارسیپور تهیه شده برای معرفی فیلم به منطقه خلیج سانفرانسیسکو آمدند. فرصتی استثنایی پیش آمد تا در گپی خودمانی به صحبت با خانم نشاط، آقای آذری و خانم پارسیپور بنشینیم. برای منم واقعا افتخاری بود با شیرین آشنا بشم. چون عکسایی رو که گرفته بود دیده بودم و بعد شدیداً لذت می‌بردم از این عکسا و خب شهرتش، تمام مردمی که از شیرین حرف می‌زدن. وقتیشون گفت می‌خواد کتاب منو فیلم کنه، واقعا برای من یه افتخار بزرگ. و خب یواش یواش شروع کردیم با هم همکاری. بعد شیرین نمی‌دونست این کتاب رو که خودش یه کتاب عجیب غریبیه چجوری به صورت فیلم در بیاره. بالاخره یه فیلم عجیب غریبی ساخت و یه تنظیم کرد بین یه کتاب عجیب غریب و یه فیلم عجیب غریب. خوب هم میزون کرد. شجاع هم تو سناریو بسیار نقش داشته. خانم شهرنوش پارسیپور هم که ما ارادت خیلی زیاد داشتیم از دور با کاراشون. شیرین این کتاب زنان بدون مردان رو گرفت دستش و شروع کرد کار کردن و من فکر کردم این دیوانه هست. خب میخوام اینو تبدیل به فیلم بکنم. آره واقعا کار مشکلی بود. و من که خوندم کتابو دیدم که واقعا یا اینکه این اصلا از سینما حالش نیست یا اینکه به هر حال بسیار کار مشکلی بود. یعنی کتاب واقعا ترجمه نمیشد به فیلم. و من سعی کردم که جلوشو بگیرم که این کارو نکنم. ولی واقعا من این رفت توی پشت فیلم میساختن شیرین اینا گفتم یه خانم مثلا نویسنده یه دفعه یه کشتی رو با 1000 نفر غرق میکن کاری نداره قلم تو میچرک کنی غرق فیلمساز بدبخ باید 1000 نفر رو جمع کنه توی کشتی بعد غرقش میکنه اصلا یه داستان خیلی مشکلی میشه واقعا یکی از بهترین دوره های هم زندگی من و هم فعالیت هنری من بوده که بتونم یک دید زنونه رو بهش نزدیک بشم و درک بیشتری داشته باشم و اینکه این کتاب به هر حال چیزی که جالب بود اتفاق جالبی که افتاد این بود که تلاش اولیه ما این بود که به اصطلاح این کتاب رو بگیریم و توی یک به اصطلاح چارچوب سینمایی به شکل تعریف شده یه سینمایی اینو تبدیلش بکنیم به یه سناریویی که به اصطلاح از نظر داستانگویی اون چیزها رو داشته باشه اون به اصطلاح کانونشن ها رو دیدیم که این کار انجام پذیر نیست و خب شروع کردیم یک جور دیگه به این داستان نگاه کردن و خب چون شیرین از به اصطلاح هنرهای تجسمی وارد میشد خب ما سعی کردیم که این زبون رو و چقدر خوب بود که یک به اصطلاح یک نفس تازه‌ای بود بخاطر که آدمایی که خارج از یک رشته هستن وقتی که وارد یه رشته میشن یک دید جدید میارن و من فکر میکنم این ترکیبی که بین سینما داستانگویی و هنرهای تجسمی شد یک چیز جدید و خیلی تجربه بسیار زیبایی واسه من چون که سابقه کارم در کارهای هنری که تا حالا کردم همیشه مسئله تجسمی، مسئله تصویر بوده از عکاسی تا ویدیو حتی نقاشی قبل از عکاسی اینه که خب برای من خیلی ساده تره که یک از طریق یک قدرت یک تصویر بتونم حرفم رو بزنم ولی این مسئله داستانگویی و اینکه داستان رو اضافه کنم به این تصویرها یه چیز جدیدی بود برام و خیلی مشکل‌تر و حالتی خود غیر طبیعی‌تر بود برای من فکر کنم برای همه هنرمندایی که کار تجسمی می‌کنن اصولاً داستان گفتن کار آسونی نیست ولی چیزی که من خیلی جذب کرد وقتی این کتابو خوندم خارج از همه چیزای مثلا ماجیک ریلیزم و اینها تصویرهایی بود که این ایشون واقعا تخیلاتشون ایجاد کرده بودن که مثلا همون صحنه حمام یا صحنه که مونس از زیر خاک در میاد و انواع اقسام چیزهایی بود که من انقدر گرفتار شدم که اصلا نمیتونستم ازش بگذرم خیلی کم پیش میاد نویسنده های ایرانی پیدا کرد که داستانشون انقدر ویژواله انقدر میشه با تصویر ساخت بنابراین
این تلاشی که ما در این فیلم کردیم و با شجاع این بود که آیا میشه این داستان یک طوری ساخت که تا اونجایی که ممکنه کلمه استفاده نشه، ولی وقتی هم استفاده میشه درست استفاده بشه.